های گایز، چطوری برای بچه رپو؟ من کسران، منم فرازم. به کانال خودتون اولبوشو خوش اومدید. اومدیم با ترک جنگل تاریک از حسین پیشرو تتلو، تنظیم حسن بابا. واقعا این اتحاد خیلی داره خوب پیش میره و من واقعا خیلی حال میکنم با این اتحاد، امیدوارم پایدار باشه. فقط قبل هر چیز جا داره این توضیحو بدم، این ترک رو قراره زیاد پاز بزنیم، میخواد ترک رو به صورت کامل گوش کنید، لینکش داخل دیسکریپشن هست و اینجوری میتونید از آرتیست هم حمایت کنید. خودمون هم داریم از کانال حسین عزیز این ترک رو گوش میکنیم. آره دیگه، بدون معطلی بریم سراغ کار. خوشحال میشیم برای حمایت از این کانال، این کانال رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون به ما انرژی بدید. حتما اون زنگوله گوش دادن بزنید تا ویدیوهای بعدی به دستتون برسه. نظراتتون هم کامنت بذارید تا اینجوری با هم در ارتباط باشیم. آره دیگه، اون زنگوله رو بزنید که زنگ زد دیگه. دمتون گرم. بریم سراغ کاور کار. خب اینم از کاور کار. که کاور کار یه جنگل تاریک ترس. آره. یه ترسی که وقتی جنگل که میری یه ترسی میگیری، یه استرس میگیری. آره منم یه لحظه من اصلا کاور رو دیدم استرس گرفتم. دقیقاً داخل جنگل که مثلا میشی، ترس که بگیرتت احتمال داره اصلا نتونی پیدا کنی راه خروج. آره بعد خیلی جالبه، یه سری حیوانا مثلا من اونجا میبینم، مثل جغد، مثل مار، مثل موش، مثل گوریل، مثل کلاغ، مثل پشه. پشه و... که مال لایو تتلو پیشو. آها پشه اون پشه شخصیت معروفه دیگه، شهید گمنام. دقیقا پشه عزیز سرم کشتن. آره. پیشو کش تتلو ناحت. آره واقعا خیلی جالب بودش. بعد خیلی جالبه که چی، انگاری مثلا تو این مسیر، انتهای این مسیر من دارم یه عنکبوت خیلی بزرگ میبینم و نکته جالب تر این کاور اینه که چشمای همه حیوانا روشنه و هوا طوفانی و رد و برق و این چیزا هم هستش دیگه. رنگ بنفش کاوه چشای روشن حیوانا مثلا آره. باعث میشه ترسو بهت بده، یه تاریکی بهت الهام میده. دقیقاً به خاطر من اسم ترک هم جنگل تاریک. اون پایینم پرچم تتلو رو من دارم میبینم، اونم جالبه. دقیقاً بعد اینجاست که قدای سه نفر آرتیست که پایین وایسادن دقیقاً یه برابری نشون میده، مثلا برابرن با هم دیگه. در زندگی واقعی مثلا، در چیز واقعی مثلا قدشون فرق میکنه، ولی آره داخل این کاور برابره. داره برابری نشون میده که مثلا قدرتمون برابره. دقیقاً باریکلا، اینم نکته خوبی بودش. البته این ترک داره از آلبوم بهت تتلو پخش میشه، ولی داخل چنل حسین عزیز. دقیقاً باریکلا. جنگل خوبه، سبز، طبیعت آزاد، اما تاریک باشه خطرناکه. من این تیکری که میشنوم یاد یه چیزی میافتم. به نظرم میگه جنگل خوبه، سبز، تاریک، نمیدونم سبز و این چیزا، فکر کنم راجع به زندگی داره میگه. میگه زندگی خوبه مثلا سبز فلانه، ولی تاریکش بده. یعنی اگه راهتو گم کنی بد میشه، سخت میشه برات زندگی کردن. حالا نمیدونم نظر منو نگید مثلا چقدر چرت و پرت میگی فلان. تاریک باشه خطرناکه، تاریک باشه خطرناکه، جنگل تاریک بده، این پای سنگینو نگاه. هنوز کار شروع نشده، این بیتش خیلی به من حس میده، خیلی فضا سازی کار قشنگه، از همین الان مشخص هستن فضا سازی. حالا حسن بابا خوب تنظیم کرده، قشنگ داره حالت جنگل انگار داره بهت نشون میده. اینجا استعدادش رو داره میزنه تو صورت ما. دقیقا. این قشنگه. عقرب ها نیست سده، این تن هیچ بده، این پای سنگین رو نگاه. عقرب ها نیست سده، باریکلا، این پای سنگین رو نگاه. عقرب ها نیست سده. احتمال داره مثلا بگیم مثلا مسیری که دارم میرم آدما نمیذارم مثلا مسیری که حرکت کنم، از مسیر پیشرفتمو برن جلو. آره دیگه نمیذارم جلو حرکتمو میگیرن. دقیقاً نیش میزنم مثلا. باریکلا. جنگل تاریک بده، این پای سنگینو نگاه. عقرب ها نیست سده، این تن دیگه لاتیش پره. خدایی لاتیش پره این تن واقعا. لاتی مگه میشه کنار دستت حسین پیشرو خود تتلو، خود تن خودش داره میگه که تن خودش هم واقعا لاتیش پره با اون تتو آمتو ها واقعا تکه.
تک کس خدای خفن خودش که تک آره تتلو پیش تی حسینو پیشرو هم آره واقعا تک ترش کرده ستونای نسل یک آس شد آس تک ستونای نسل یک دقیقاً سنگینو نگاه عقرب ها نیش سره این تن دیگه لاتیش پره تو جبه لاتیش نده ایزو می نفتی هرچی هستی بدون که منم خود آتیش کرده واو هیزومی نفتی آتیش هرچی آره هرچی هستی برای من هیچی نیستی دقیقا میگه اصلا هرچی هستی واسه خودت هستی آره. واسه من برای من یه آتیش کوچیکی من مثلا یه آتیش بزرگم و فلان تو یه چیز کوچیکی برای من یعنی تو مثلا برای من اندازه یه پندکی آتیش آره. پندکی آره بابا من خیلی دوست داشتم یه تیکه رو آتیش نده هیزومی نفتی هرچی هستی بدون که منم خود آتیش کرده آتیش کرده باری کلا این یه تیکر نشیدم ولی ذهنم گفت جوری هیت میده انگا دیده ننشو بغلم انگا بد جوری داخت کرده کلشو قلمم توی این جنگل تاریک تو کله مارم داخت کرده این قدرت قلماتون داره همینجوری شر رو شر میریده آره واقعا این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم باری کلا تو این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم آره واقعا. یعنی نگران تاریکی‌های زندگیت نباش پشت سر من بیا من راه رسیدن به نور و این چیزها رو بهت نشون میدم میگن چیه این کار به حساب کاردان باری کلا این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم جوری هیت میده انگا دیده ننشو بغلم انگا بد جوری داخت کرده کلشو قلمم توی این جنگل تاریک توی این راه بعد یه نکته جالب همی الان به ذهنم رسید این تتلو خب از تتلو حله خب به نظر من یه جورایی قوی تره چرا؟ چون اون بیتی که زده شده رون بیت میتونه قدرت نمایی کنه بیت آزاده تتلو مقشن فضا سازی شده واسه تتلو دقیقا مثلا بیت قویه این آره کار به نظرم مثلا من نمیگم بیت اون ضعیف بود هر چقدر مثلا چیز شده کار قوی تر شده آره. مثلا حله قوی بود آره شوک بیت قوی تر شد این دیگه, آره این دیگه آخرشه بعدی هم به نظرم ترک های بعدیش هم میتره کنه آره دقیقا من نمیگم بیت حله ضعیف بود بیت حله به نظرم فضاش به فضای امیر تتلو شاید مثلا نمیخواد نمیدونم حالا نظر شخصی منه دیگه بچه‌ها این ترک ها میتره کنن میلیونی میرن بالا یعنی آره واقعا رکورد ها رو میشکنن چرا نرن نه رکورد ها رو میشکنن آره عالی بودن این چرا چرا نشکنن رکورد ها رو هر کدوم 20 سال سابقه دارن که میشه 60 سال سابقه 60 سال سابقه نباید مثلا 1 میلیون ویو بخوره دقیقاً بیشتر هم بخوره بیشتر هم 20 سال هم بیشتر حالا ما میگیم مثلا هر کدوم 20 سال میشه 60 سال کلش و قلمم توی این جنگل تاریک توی این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم وضعیت اگه هزار برابر از این سخت‌ترم بشه بهش فکر نمی کنم من مسیح نیستم و بارها خودم رو از روی صلیب زنده می کنم باریکلا من مسیح نیستم ولی هزار بار خودم رو از مسیح از روی صلیب زنده می کنم این طور یاد چیزی ننداخ چرا یه فری استایل قدیمیه از پیشرو بودش که خیلی قدیمی بود ولی با این حال بازم عالیه این فکر کنم بخشی از این ورسش برای اون فری استایل قدیمی پیشرو که من دیدم تو خونهشون نشسته مثلا رو صندلی داره میخونه آره. خیلی اون فری استایل جالب بودش اگه پیدا کردیم میذاریم آره واقعا عالی بود فکر کنم اون فری استایل هم برای حدودا 8 9 سال پیش باشه احتمال داره دقیقاً آره. شما یادم همون حدودی 7-8 آره پیشرو اون سنش کمتر بود خیلی آره. سنش کم موهاش بلند بود یادت پیشرو قدیم که مثلا موهاش بلند می‌کرد آره واقعا عالی دوره فکر کنم سروشینا مثلا موهاش خیلی بلند بود و اینا حالا بعدمون هم موهاش بلند بود و اینا بشه بهش فکر نمی‌کنم بفرمایید ببین چه پیشرفتی کردن دیگه تا آره. حالا خدای اون موقع هم خوب بودن من مسیح نیستم و بارها خودم رو از روی صلیب زنده می کنم وقتی داشتن شناسنامم رو می گرفتن چند تا فرشته دارم بود اما هر روز شناسنامم رو از روی صلیب می گرفتن چند تا فرشته دور برام بود
حالا این یه تیکه رو من مغز من میره جایی که چی؟ حالا نمیم شنیدید یا نه، مثلا پیشرو خیلی سختی تو زندگیش کشیده، الانم داره دقیقا همونا رو میگه. داره سختی هاش. آره واقعا مشکلات. من دیدم دیگه مثلا تو مصاحبهش اینا دیدم دیگه، مثلا پیشرو میگه چی؟ من تو تراشکاری میخوابیدم، نمیدونم تراشکاری کار میکردم و اینا، خیلی سختی کشیده و اینا. حتی یه مدتی شناسنامش مثلا نمیدونم کجا بوده، شناسنامه نداشته. واقعا این خیلی سختی کشیده. آره پیشرو. داده خواننده‌ای که سختی اومده حالا. یه آهن چجوری تبدیل میشه به فولاد؟ باید سختی ببینه. دقیقاً. پیشرو هم همینه داستانش. الان آپدیت شده. آپدیت شده. باریکلا. کنم وقتی داشتن شناسنامه‌مو میگرفتن چند تا فرشته دورم بود. یه چیز دیگه هم هست، میگم مثلا این اندروسه مثلا قدیمه، ولی آره. داره مثلا دیگه اون موقع کردم تجربه بوده. آره. الان تجرباتش بیشتر شده، بعد داره سواره. فهمیدی؟ رو بوید سواره. من منظورم کل تکست نبود، منظورم بخشی از تکست. آره بود که من دیدم تو فیلی استایل. منم میگم داره قوی میخونه. آره واقعا کارش حرف نداره. اما هر روز گذشت سیاه‌تر شد و بهشت دور از تو سخت بده. وای، هر روز گذشت سیاه‌تر شد و بهشت دورم سوخت. زندگیم نابود شد با گذشت زمان. دورم بود اما هر روز گذشت سیاه‌تر شد و بهشت دورم سوخت سخت بده. بابا رفت تو هروئین، مجبور بودیم کل شهر رو بدویم. یه چیزی داره زندگی نابود. آره دیگه دقیقاً. از سقف بدهی بابا رفت تو هروئین، ما مجبور شدیم کل شهر رو بدویم. یعنی چی؟ یعنی مشکلات انقدر رو پدرم مثلا فشار آورد و اینا که رفت سمت مواد و اینا، ول کرد کلا. آره خانواده رو ول کرد. و ما بدویم، من فکر کنم منظورش اینه که چی، بعد اون مثلا تلاشمون رو بیشتر کنیم، زندگیمون سخت‌تر شد. هر چقدر مثلا سخت‌تر شد مجبوریم ما بیشتر بدویم. آره اینجوری. باریکلا. سیاه‌تر شد و بهشت دور از سوخت سخت بدهی. بابا رفت تو هروئین، مجبور بودیم کل شهر رو بدویم. درگیر باشیم و درد رو بجوییم، با آس قلب برگ مرگ رو ببریم. وای با آس قلب چل برگ مرگ رو ببریم. چه لاین طلایی. با آس یعنی قلبی دلی زندگی کردیم. با زندگی مثلا مرگ رو ببریم. یه جورایی مثلا با دلمون مثلا جلوی مرگ رو گرفتیم، مثلا دلی زندگی کردیم. هر کی بود کم می آورد، تموم میکرد خودشو. دقیقاً. میرسیم به خودکشی. شهر رو بدویم، درگیر باشیم و درد رو بجوییم، واسه قلب برگ مرگ رو ببریم. درد رو بجوییم وال. آره. مثلا درد رو حس کنیم. حس میکنیم ولی اهمیتی بهش نمیدیم. آره. چون دردهای زیادی هست که باید تحمل کنیم. باریکلا خیلی عالی بود نکتهش. رو بدویم، درگیر باشیم و درد رو بجوییم، واسه قلب برگ مرگ رو ببریم. تو جنگل تاریک و داغون، بارون به رنگ مشکی جادو، مثل دمال زشتی تاهون، چوبهای تو لجن کشتی ما بود. اوه جنگل تاریک و اینا، چوبهای تو لجن کشتی ما بود. یعنی ما با تزه مثلا هر چی زندگیمون خراب بود و اینا خراب. با خرابه مثلا با تزه خراب زندگیمون رو ساختیم. آره مسیرمون رو وسیلمون رو ساختیم که از این زندگی بگذریم. مثلا میگم مثلا من با استدیوی مثلا خوب داغون معمولی، فهمیدی؟ با این مثلا خودمون شروع کردیم که الان اینجاییم، که کشتیمون رو ساختیم. باریکلا. رنگ مشکی جادو، مثل دمال زشتی تاهون، چوبای تو لجن کشتی ما بود. خونه من رو دریا ساختم، بدون انتخاب توی سرما باختم، اما از همین فردا ساختم زندگی. این یه تیکر یه بار دیگه گوش کن. جادو مثل دمال زشتی تاهون، چوبای تو لجن کشتی ما بود. خونه من رو دریا ساختم، بدون انتخاب توی سرما باختم، اما از همین فردا ساختم زندگی. بدون انتخاب تو سرما باختم یعنی چی؟ یعنی من مشکلاتم من انتخاب نکردم، خودشون اومدن. دقیقاً. بعد میگه و ازشون دریا ساختم. آره. اینم خیلی جالب بود. بعد نکته بعدیش هم چی؟ و ازشون فردامو ساختم، یعنی با همه وجود همه مشکلات رو هم ادامه دادم و آینده‌مو ساختم. دیگه پیگیر راه هم بودم، پیشرفتم بودم. آره این مشکلات یه جورایی منو برد جلو. دقیقاً. هر چقدر مشکلات اومد مثلا من انگیزم برای پیشرفت بیشتر بود. خیلی دوست دارم این واقعا بهترین حرف این لیریکس و این لیریکس عاشق این لیریکس هم من. دریا ساختم بدون انتخاب توی سرما باختم، اما از همین فردا ساختم زندگیمو ندادم چند تا راسن. نمیخواستم زندگیمو ندادم به چند تا راسن. اینش هم من دوست داشتم. آدمای آره دیگه مثلا نمیتونن بی انگیزن به آره. به چند تا آدم آره به چند تا آدم لاشخور ماشخور مثلا رابطمو قطع کردم و اینا.
باختم، اما از همین فردا ساختم زندگیمو، ندادم چند تا راستن، نمیخواستم تو دریا باشم اما تصمیم گرفتم دریا باشم، بالا ساخته میشن. نمیخواستم تو دریا وایسم و تصمیم گرفتم دریا باشم. خیلی دوست داشتم این دوستاشم بمونم ولی آره. مجبور بودم که بمونم. دقیقاً خیلی باحال جایی که مجبور دوست نداشته بمونه ولی مجبور بوده بمونه. باریکلا این میشه. نمیخواستم تو دریا باشم اما تصمیم گرفتم دریا باشم، بالا ساخته میشن ابرا با من، من میتونم هر جا باشم. جوری هیت میده انگار دیده نه من میتونم هر جا باشم. واقعا اینجاشم باحال، یعنی هر جا باشم شاخم. هر جا باریکلا دیگه میاد به هر جا، جای بدترین جا هم بگیم وای میستم ولی تحملشو دارم، با پیشرفتم میجنگم یه جوری. دقیقاً درست. با من میتونم هر جا باشم. جوری هیت میده انگار دیده نه نشو بغلم. کورسش خیلی تخریب سنگینی. دقیقاً بعد یعنی اصلا کورس یعنی مثل لودر اینجوری، هیترا رو اینجوری مثل لودر اینجوری جمع میکنه میبره جلو. قدرت تتلور نشون. آره واقعا واقعا عالیه. تو آره میخونی فوق العاده است. آره واقعا. گاهی تاریکی را وسیله نیاز نیست، نور لازم است. گاهی تاریکی را وسیله نیاز نیست، نور لازم است. یعنی با نور، با نور باید مسیرت رو روشن کنی نه با چیزای دیگه. بازم من نمیدونم، فکر کنم منظورش از نور خدای چیزی باشه. مثلا میگه به وسیله، منظورش مثلا آدم های دور اطرافته، میگه به آدم های دور اطراف تکیه نکن، به خدا تکیه کن. احتمالا فکر کنم، حالا نمیدونم، میشه اینم باشه. آره دیگه. باز بچه ها تو کامنت ها به اون بگید مثلا، مسیر بگید زنده رو... مسیر پیشرفت هم میشه مثلا، بگید مسیر پیشرفت که از این اون کمک نگیر. آره خودت دقیقا. برو جلو. آره دقیقا. باز بچه ها تو کامنت ها به اون بگید دیگه، بگید مثلا فلان دقیقه رو خیلی چرت و پرت گفتید، بگید ما جنبش رو داریم. بگید ما جنبش رو داریم. آره اشتباهه. آره باریکلا. حسن بابا خوشم میاد یه آرتیست تو ترک از از تنظیم کننده اینا حمایت میکنه. عزیزی هم نمیگم ولی آره واقعا دم قشنگه. گم که گفت دمش گم. در عمق زمین گاهی در عمق زمین در عمق تاریکی موش کور لازم گفت گاهی در عمق زمین بعد صدای کامپیوتر گفت در عمق تاریکی موش کور لازم است. خب بقیه شو یار تو تاریکی موش کور لازم است. یینگ باشد کم دیگر را با تفاوتهای ما بپذیریم. باریکلا واقعا عالی. جمله بهترین جمله که بود تا حالا شنیدم. آره خدای این درس انسانیته. یعنی آدم با هر رنگ، با هر نژادی، با هر طرز فکری کنار همدیگه باید مثلا برابر باشن. این درس انسانیت تمام. میگه مثلا شاید مثلا یه مشکلی داره. آره. مثلا تو یه مشکلی داری ولی واسه دلیلی زندگی، واسه دلیلی. دقیقاً باریکلا. هر کی واسه دلیلی اینجاست. مثلا شاید دور. مثلا شاید یکی یه دست نداره ولی مثلا بهترین مثلا نمیدونم حسابداره، بهترین فلانه. مثلا کسریو از هنرمندای قدیم مثلا اون آقاسی یه پاش چیز بود دیگه، ولی پاش به چه دلیلی شاد کردن مثلا مردم بود. باریکلا لازمه اینا کنار هم دیگه. یه سیاپوس مثلا لازمه، یه سفیدپوست لازمه، یه طرز فکر لازمه. خدا آفرده به دلیلی. شاید آره. این در یه دست نداشته باشه، چش نداشته باشه، گوش نداشته باشه، ولی با یه دلیل اینا همه دلیل داره. باریکلا باریکلا. ولی اون انسانیت هست که قشنگی که اینجا امیر خان گفت دیگه. دقیقاً. من رو به ماه آروم و حل تو سکوت چاه، رو تنم نقش کوچه ها و خونه ها. من رو به ماه تو سکوت چاه چی میتونه باشه معنیش؟ یعنی من نور رو میبینم حتی اگه تو عمیق ترین مشکل زندگی من باشم. نور رو باز میبینم. خدا رو میبینم. خدا هم میتونه باشه. آره دقیقا نور شاد احتمال داره. آره. مثلا ترقیقا نور رو زیاد داره استفاده میکنه. از نور خدا رو بگی. آره آروم و حل تو سکوت چاه، رو تنم نقش کوچه ها و خونه ها. شوشرم خاک و خونه راه، رو به راست تو چاه چوب شاه، پشت سر خاک و خونه راه. با هم گفتیم آره مسیر سخته. دقیقا
هم تفاهم داریم. آره. شرم خاک و خون را رو به راست و چار چوب شاه پشت سر رفقا رو به روم هیترا کن کشا. پشت سر رفقا رو به روم هیترا. والا با این رفقایی که تو داری خدای هیترا اصلا دیگه در حد نیستن. آره هیچ کس جرأت نداره اصلا. آره واقعا. آره واقعا تیم قوی، تیم بالا، لول آپ. بالاخره ستونای رپ فارس. آره خدایی چی میخواد باشه؟ یه جورایی اونایی که صد بار گفتم، اونایی که این مسیر رو شروع کردن، اونایی که این زمین رو قابل برداشت کردن. میگم حتما، حالا باز گفتیم اولش هم، ولی حتما از ستاشون حمایت کنید. آره به کانالشون برید عشق بدید بهش. آره دیگه البته خود مخاطبا دیگه این کار انجام میدن دیگه. درک بالایی دارن. آره واقعا چوب شاه پشت سر رفقا رو به روم هیترا کن کشا. تو تاریکی همه چه جالب فوش داد. خیلی فوشش باله، رب داره به چیز. آره بعضی مثلا فوش حرف چرت و پرت نمیزنه، یه سره مثلا فوش، ولی مثلا میدونه به چیه مربوطه. باریکلا وارده. باریکلا بیدارتر چیپتر میشی بشی هرچی آرتر کاری نیکی همه بیدارتر چیپتر میشی بشی هرچی آرتر چیپتر میشی بشی هرچی هارتر چی وحشیتر بشی زایتر میشی. دقیقا یه جورایی هم فکر کنم داره سبک جدید دیریل و این چیزها رو هم شاید یه تیکایی هم به اونم داشته باشه احتمالا. کاری ندارم که کی چی کار کرد وقتی سرعت نور حواس چی بالگرد خلا وقت سرعت نور هست برای چی بالگرد؟ بالگرد که هلیکوپتر. آره نور هست چرا با هلیکوپتر بریم؟ دقیقا. بعد یه چیز جالبیش هم هستش، میگه چی؟ میگه که چی سرم تو کار خودمه و وقتی اینقدر خفنم، مثلا سرعت نور رو دارم اینقدر خفنم، چرا مثلا کار بقیه رو چیز کنم فالو کنم؟ دقیقا چی کار کرد وقتی سرعت نور حواس چی بالگرد خلاصه هلیکوپتر رو سوار نشدم و اومدم تو عمق تاریکی دنبال جای پای یوفو. باریکلا لحظه حرف شد بعد رفت تو بیت. آره. قشنگ بود. بعد بخش قبلیشو دقت کردی؟ هلیکوپتر رو سوار نشدم اومدم چی تو راه تاریک. هلیکوپتر سوار نشدم یعنی کسی کمک نگرفتم یا وصل نبودم. آره باریکلا خودم تنهایی رفتم جلو. باریکلا درسته سوار نشدم و اومدم تو عمق تاریکی دنبال جای پای یوفو گذاشتم. جای پای یوفو هم که منظورش آلبوم پیشرو دیگه. دقیقاً درسته. احتمال داره اونا هم گفته باشه مثلا پیشرو حرفی زده باشه. آره دیگه این حمایت خیلی قشنگه، دست خوش داره. کنار همه کتاب و آیه های کوفت و زندگی سخت شد و ما هم پایه های رو فرم دنبال خایه های اونی که مرگ تن و معجزشه. بار همه کتاب و آیه های کوفت و زندگی سخت یه بار دیگه یه تیکر گوش کنی گذاشتم کنار همه کتاب و آیه های کوفت و همه آیه و اینا رو گذاشتم کنار. نه دقیقم یه گذاشتم کنار کارمو کردم. باریکلا اینو هستم زیاد زندگی سخت شد و ما هم پایه های رو فرم دنبال خایه های اونی که مرگ تن و معجزشه بایدم فقط بخوره تا که خورده نشه تو این روزا شد فقط بخوره تا خورده نشه. یه جوره قانون جنگل گفت، یه جور ترک هیچ کس هم میشه بخوره. آره. تا خورده نشه. آره احتمالا یه تیکه ای داشته باشه به هیچی هست احتمال بیفی هستش کیچی ببین صبح چلشه حتی تو استخر و پول پر تخم پشه پر خارکس. وای تو استخر و پول پر پشه یعنی هر چقدر هم طرف پشه. فکر کنم منظورش این میتونه باشه که هر چقدر هم طرف پول دار باشه باز ذاتشو نمیتونه عوض کنه، ماهیتشو نمیتونه عوض کنه. احتماله باز تو کامنت ها بهمون بگید. دقیقاً دقیقاً هر جای احساس کردی چرت و پرت بهمون بگید ما جنبشو داریم. اوکیه درست میگم؟ دقیقا اینم تاییدیش راحت باشید. سخر و پول پر تخم پشه پر خارکسته نشه جوری هیت میده انگا دیده ننشو بغلم انگا بد جوری داف کرده کلشو قلمم توی این جنگل تاریک توی این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم جوری هیت میده انگا دیده نه
کورسش رو چند بار تعریف کردیم ولی واقعا کورس خوبه، تعریفیه، واقعا تعریفیه، خیلی خوبه. تتلو قشنگ برخلاف حله اینجا واقعا ترکونده. اینجا چیزش ضعیف بود، چیزش کم بود، چیزش ضعیف. خب میدونم فضاش احتمالا نمیخورده به تتلو، فضای اون کار. من نمیگم بیتش و اینا مشکل بود، همه چی اوکی بوده، ولی خودم فضاش... اون کار اومد بیرون. آره خیلی یه ذره عجله ای شده اینا. اینجا امیر دیگه ترکونده دیگه، دمش گرم. بار یعنی رو بیت سواره قشنگ. دقیقاً. فضاهاش به امیر تتلو میخوره. این قشنگه. من بیا من همشو بلدم، جوری هیت میده انگار دیده ننشو بغلم، انگار بد جوری داف کرده کلشو قلمم، توی این جنگل تاریک توی این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم، از رنگ قلبمه از هم چه صدایش بال شد. تو اصلا احساس می‌کنی محو محو ترک شدی نه؟ اصلا غرق شده. واقعا عالی. آره واقعا اصلا مثل دریا میمونه این ترک. غرقت میکنه. از رنگ قلبم از حقیقت از هر نیت سبزیه که حال تو خشممه دردشون رو خوردی شدن معرفت زده. این تیکره یه بار دیگه گوش کنی. این سایی داره میگه قشنگ. آره. پوی سره ها که رو بیت باش از هر نیت سبزیه که حال تو خشممه، از هر نیت سبزیه که رو خشممه. ایه. یعنی اون عصبانیتی که دارم نیتش خوبه. آره دیگه هر میگه عصبانیت اونها نکن ولی تش خوبیه. آره دلم پاکه یه جورایی واقعا. حسین نیاد حالا نه احتمالاً. آره ما خیلی در منتظر حسینم هستیم. از هر نیت سبزیه که حال تو خشممه، دردشون رو خوردی شدن معرفت زده، از همین چیز از هرچی میخوام دم دستمه، یه هرچی میخوام دم دستمه. آره باید صداش خیلی بامزه میشه. آره. اینجا آره. این تتلو قدیم شده. آره دقیقا به سبک قدیم داره میخوام. دقیقا خیلی باحال. پیشتام همین جوری خون. آره پیشو کسی اون فری استایلش یه زن یه تیکه هایش مثلا بود دیگه. همین چیز از هرچی میخوام دم دستمه. سخت میشه حرف زدن وقتی نگارو میشه. آره دقیقا. بعد یه نکته جالبی هم که من الان متوجه شدم، پیشرو با امیر تتلو یه جورایی مثلا فلوشون مثلا در تقریبا یکی بودش، ولی الان هم یه ذره بیت فکر کنم تغییر کرد. فکر کنم حسین میخواد با یه فلوی دیگه بخونه این ترکو. دقیقا اصلا یو قد شد کاملا. آره اصلا یه ذره بیت هم عوض شدش ولی یه ترک دیگه است. دقیقا میبینیم داشت حسین چی کار کرده. سخت میشه حرف زدن وقتی نگارو میشه خون، فهمید چی تو کله ها میگذره. دقیقا با همون استوری گفتم همون. آره. اینا با مثلا تتلو و تتلوی قدیمی حسین هم دقیقا داره همون. آره. سبک کاغذی. دقیقا درسته. بعد یه تکس هم سخت میشه حرف زدن وقتی نگارو میشه خون، فهمید چی تو کله ها میگذره. سخت حرف زدن وقتی میفهمی ذات یارو رو، یعنی هر نگاهش میفهمی مثلا یارو چی میخواد چیکار. آره چی تو مغزشه. آره واقعا سخت میشه. سخت میشه حرف زدن وقتی نگارو میشه خون، فهمید چی تو کله ها میگذره. هارن ولی میل ما بیشتره این بار واسه هارن ولی میل ما بیشتره. یعنی هر چقدر هم هار باشن در مقابل ما عددی نیستید. آره در مقابل ما چیزی نیستید. باحال. آره لول آپتون لول پایین ماست. خون فهمید چی تو کله ها میگذره. هارن ولی میل ما بیشتره این بار واسه صلح واسه عشق میشه پل زد تا بهشت. باید جانم داداش واسه صلح واسه عشق میشه پل زد تا بهشت. بابا یعنی میتونی یه را مخفی یه بزنی را بزنی تا بهشت. باری کلا باری کلا عالی بود. آره واقعا اون صلح قشنگه. این بار واسه صلح واسه عشق میشه پل زد تا بهشت. باید بخشید در و بست دیگه. یه جورایی هم میشه مثلا چیز هدف اون صلحه به یه چیز خوب خط بشه. دقیقا. بهشت میشه بخشید در و بست. یعنی میشه ببخشید مثلا ولی کاری باش نداشت دیگه. آره کاری باش نداشت. آره در و بندی بری. آره دیگه در میبندی در و بست باری کلا.
فهمید چی تو کله ها میگذره، آرن ولی میل ما بیشتره این بار. واسه صلح واسه عشق میشه پل زد تا بهشت، باید بخشید در و بست دیگه قانون ننوش، من تو ترکم خیلی وقته لقه منفی فاز خیلی. یه بار دیگه چیز عوض شد، دیدی یه ذره تونتر. آره لیریکس هم گوش کنی، دقیقا حالی بود. واسه صلح واسه عشق میشه پل زد تا بهشت، باید بخشید در و بست دیگه قانون ننوش، من تو ترکم خیلی وقته. باید بخشید در و بست رو که گفتیم توضیحشو، میگه دیگه قانون ننوش، یعنی واسه اون بخششه دیگه نمیخواد قانون بنویسی. دقیقا دیگه بدون قانون دلی ببخش یه جورایی تو همچین مایه. آره بفرمایید، کامنت ها بگید. آره بفرمایید، شما نظراتتون رو بگید داخل کامنت، هر جور که ما اشتباه خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما 100 بار این کامنت ها رو میگیم، خیلی مهمه. لایک نکنید نگید، ولی کامنت بذارید اینو دوست دارید. لایک هم بکنید. آره اصلا دیسلایک هم بکنید مشکل نره. اوکی دیگه نظر شخصیتونه دیگه، حال نکردید دیگه بگید دیگه. بخشید در و بست دیگه قانون ننوش، من تو ترکم خیلی وقته لق منفی فاز خنده. باریکلا من خیلی وقت تو ترکم لق منفی فکر کنم، یعنی منظورش اینه که من خیلی وقت فاز منفی رو ترک کردم. دقیقا کار بد رو ترکه، کلن کار اشتباه ترک کرده دیگه. یه حسنی دیگه. آره دیگه الان فقط لبخنده رو عشقه. یه امیدواری داره. آره دیگه ما هم خیلی دوست داریم این لبخنده رو. بعد خواهم تکلیف معلومه، اون میگذره ما که بنده. وای باریکلا باریکلا. بعد خواهم تکلیف معلومه، اون میگذره ما که بنده ایم، یعنی خدا که میگذره ازش اون ما هم که بنده ایم دیگه، ما هم ازش گذشتیم دیگه، از بدخامون گذشتیم. باریکلا این نشونه بزرگیه. یه میگم امیدواری داره میده کلا. آره تکس چیز برخلاف اونها امیدواریه. بعد اینم نشونه شخصیت بزرگه. دقیقا باز خنده بدخام تکلیف معلومه، اون میگذره ما که بنده. اصلا سلامتی خار پسته ها، همونی که بدیاشو یاد داد به ما، تشتی شد مال ما رو خود داد صدا جاش شد. همونی که بدیاشو یاد داد به ما، واقعا اینجاش باحال. آره بازم سلامتشو داد. آره سلامتیش هم داد، دمش گرم. کی؟ بازم به بد خوش بگی سلامتی نمیگه. آره دیگه ولی حسین فرق تی خار پسته ها، همونی که بدیاشو یاد داد به ما، تشتی شد مال ما رو خود داد صدا جاش شدیم قوی تر خود ساخته واس لول اپ. مال ما رو خورد داد صدا، یعنی فکر کنم یه جورایی مثلا آروغ زدن، شاید همچی چیزایی که من دارم درک میکنم از این آهنگ دیگه. حق ما رو خورد و یه آروغی هم زد و رفت دیگه. آره دیگه. ولی همین دلیل شد که من پیشرفت کنم، اونو دیدم که من پیشرفت کنم. آره باریکلا این شو رو من دوست دارم. یاد داد به ما، تشتی شد مال ما رو خود داد صدا جاش شدیم قوی تر خود ساخته واس لول اپ. خدای ترک حلم. آره دیگه توجه کرده باشه اولش میگه لول اپ. خدایی لول آپه، لول بالاه، لول قویه واقعا. تاییدشو میگیرم اگه رهام لول اپ، سنگین تر هر دفعه گره ها لول اپ. سه بار لول اپ. آره. لول اپ لول. بعد میگه تاییدشو میگیرم از گره هام، یعنی تاییدشو میگیرم از مشکلاتم، هرچی هم میرم جلوتر گره ها سنگین تر میشه. یعنی چی؟ یعنی مشکلاتم سنگین‌تر میشه، سخت‌تر میشه. باریکلا سنگین‌تر هر دفعه گره ها. زی صدای داشمی رو داری؟ دقیقاً عالی. خیلی خوش اونجا گرفت. آره یه چهچهی میزنه. آلبوم خودش هم هستش دیگه. لول اپ. مگه داریم تنگ‌تر دل ما. همش معطل یه نگ. خدایی ما هم دلتنگ این اتحاده بودیم. حالا کاری ندارم دلتنگ چی رو داره میگه، ولی ما دلتنگ این اتحاده بودیم. دمتون گرم. ولی تویی هم از اون جاش چه خالیه. آره آره ولی بالاخره شاید داخل شوگرت هم حسین نبود. آره به نظر من شاید تویی فلوی تویی فضا مثلا به این فضا نمیخوره. نمیدونم حالا احتمال سر همین نمیدونم. آره بعد مثلا شوگرت حسین نبود، تویی بود. آره حالا بعدی خدا میدونه. حتی تویی هم خیلی کوتاه بود حضورش، ولی دیگه قوی بودش. لول اپ. مگه داریم تنگ تر دل ما، همش معطل یه نگاه، آسمون اوکی بشه بده. داریم تنگ تر از دل ما، معطل یه نگاه. مگه داریم تنگ تر دل ما، همش معطل یه نگاه، آسمون اوکی بشه بده جا. همین موز کی بده جا، کی بده جا. اصلا یعنی مرگ پک برای ما معنی نداره، ما دلتنگشیم. خیلی گنگ بودیم تیکه واقعا فوق العاده. آره واقعا
اصلا یه لحظه پرید فیوز همش معطله یه نگاه آسمونا کی بشه بده جا همین موزد دنبال دریچه روزن من آمادم برم اوقت که همه چیمون بمونه پشت سر من شدم من اومدم که برم که همه چی بمونه پشت سر یعنی اینقدر پیشرفت کنم اینقدر پیشرفت کنم بیام جلو که همه رو بذارم پشت سرم دیگه آره دیگه همه جا بمونن دیگه باری کلا من پیشرفتش جلو رو فقط نمیمون پشت رو نگاه نمیمون دست خوش داره زن من اومدم برم اوقت که همه چی مون بمونه پشت سر من شدم الگوت نه اشتباه دیگه فرمول نه تو اندو من شدم الگوت فکر کنم یه تیکه‌ای به نمیدونم حالا میگن این ترک قبل اون بیف هیپاپولوژیست اومده گفته ولی فکر کنم یه تیکه‌ای به هیپاپولوژیست و نمیدونم آرتیستایی که اومدن مثلا دیس کردن و اینا داده خودم خیلی آره یه جوری مثلا خونه اگه قبلا هم خونه یه جوری خونه انگار مثلا به یکی دیگه داده به یکی داره تنه میزنه میگه من شدم الگوت نمیخواد زیاد ازم تعریف کنی و فلان من منتظر تعریف تو نیستم من شدم الگوت نه اشتباه دیگه فرمول نه تو اندونه بده نه من امیده باهی پایانی پرنور دیدی یعنی من منتظر تعریف تو نیستم آره دیگه من منتظر تعریف تو نیستم هندونه ندازی بغل آره نوشال برای من ما نکن دیگه هی میگی فلان بیسار آره حواست خودت باشه من خودم تعریفی هم مثلا دیگه. آره دیگه نه من خودم اینقدر کاملا هم که نیازی به تعریف ندارم نیاز تعریف تو ندارم آره اشتباه دیگه فرمول نه تو اندونه بده نه من امیده باهی پایانی پر نور پس بزو آباد کنم بزنم و برم بعدی تا اونجا که دارم تصویر تا اونجا که بش... خدایی تا اینجا هم آباد کردی بزو آباد کنم بزنم بره بعدی باری کرد حرکت کن آره خدایی رپ فورس شما آباد کردی کاری نداره آخرشان گفت تا بعد تصویر آن تصویر به این بازهی به این فوق‌العاده‌ای نداریم این آبادانی که الان هست قدیم یه بیابونی بوده عالی آره دیگه برق و گاز اینش شما آوردید دست خوش بزنم و برم بعدی تا اونجا که دارم تصویر تا اونجا که بشم تعطیل نه برای کف و تشویر او یه بار دیگه یه بار دیگه تا اونجا که دارم تصویر تا اونجا که بشم تعطیل تعطیل تا اونجا که بشم تهدید تهدید داره میگه یعنی تا اونجایی که مثلا چی تا اونجایی که مثلا به نظر من حالا نمیدونم بازم تو نظرتو بگو فکر کنم تا اونجایی که مثلا من زندگیم تموم شه تا اونجا من ادامه میدم تا آخرین قطره خونم تا آخرین نفسم ادامه میدم این مسیر رو حتی اگه تهدیدم کنم آره حتی اگه باری کلا حتی اگه جلوم وایسم مثلا دقیقاً نذارن کارامو انجام من ادامه میدم عالی بود این خوبه بزنم و برم بعدی تا اونجا که دارم تصویر تا اونجا که بشم تعطیل من تصویر میشم حالا تو تهدید میشوی نمیدونم حالا بده نه من امید باهی پایانی پر نور پس بزو آباد کنم بزنم و برم بعدی تا اونجا که دارم تصویر تا تصویر گوش بده بعدی تا اونجا که بشم تعطیل نه برای کف و تشویر گوش بده خوشگل گوش بده عالی بودش چه غلط هم باید بگیریم آره دیگه نه برای لوه تقدیر منو فکر بوده نه برای لوه تقدیر نه بخاطر اینکه جایزه بگیرم آره ما جایزه بگیر نیستیم مسیر رو دلی میریم بعدی جوری ساختتم شل نشم جلوی نه برای لوه تقدیر منو فکر بوده بعدی جوری ساختتم شل نشم جلو تعدید جوری ساخت واقعا عالی بود اینجا جوری ساختنم که باش باشم جلو تهدید دقیقاً دیگه حرفی نمونه دقیقاً بعد دنبال پل بعدی هم یعنی دنبال یه راه جدیدم مثلا راه جدید آره برای جلو رفتن دیگه برای لو تقدیر منو فکر بود بعدی جوری ساختتم شل نشم جلو تعدید جوری هیت میده انگا دیده ننشو بغلم انگا بعد جوری داخت این کورسو هر موقع میخونه کورسش بعد خیلی مثلا بیتش یه جوری خیلی آشنا میده آره انگا اصلا شنیدیه کورسش هم واقعا قویه واقعا خوبه آره واقعا حالا ده بار گفتیم بازم مثلا کورس حرف نداره کورس بی نظیر کورس خودش میتونه یه آلبوم دیس باشه یه آلبوم دیس باشه نه یه ترک دیس واقعا قویه اصلا تتلوخ واقعا کورسون فوق‌العاده آره حرف نداره استعدادشو داره کرده کلش و قلم هم توی این جنگل تاریک توی این راه وحشی پشت سر من بیا من همشو بلدم جوری هیت میده انگا دیده ننشو بغلم عالی بود اصلا آره ترک کامل فوق العاده هم پیشرو هم تتلو هم حسین
که حسن حرفی نمیمونه واقعا. دقیقاً. بعد باز بفرما. باز دیگه ادامه دار باشه همکاری‌ها که ما کنسرت اینا رو ببینیم. آره واقعا. خیلی دقیقاً من خیلی دوست دارم کنسرت باشه، تور باشه. یعنی چی؟ تو کشورهای مختلف دقیقا. مثلا فلان روز تو ترکیه، فلان روز تو الی، فلان بیسار. آره. اینو من خیلی دوست دارم ببینم واقعا تای قلبم. بعد یه سری نکته جالبم بهتون بگم که چی؟ تتلو خیلی بد جواب بدخواه رو دادش، اصلا ترکون. پیشرو هم که چی؟ یه فلوس قدیمیشو استفاده کرد، اون ورسیش هم که من خیلی دوست داشتم و نمیدونم، من مثل مسیح هم خودم از صلیب زنده میکنم، خیلی عشق داشتم من به اون ترک واقعا، به اون فری استایل و اینا. حسین هم که حسین قدیم بود، تو گفتی دیگه تو ترک دیگه. میگم حالا شاید احتمالیش هست که مثلا ترک بعدی که از چنل خود تتلو بعد پخش بشه دیس سنگین باشه، دیس سنگین باشه. آره به هیپابولوژیست. آره چون با هم درگیریه. اونو با بدخو اصلا هر کی اومده دیس کرده دیگه. دقیقاً دیگه هر آره کی دیگه. اومده دیگه میزنه دیگه. آره دیگه اون دیگه جدیدتر میشه چون احترامه دیگه. نبوده دیگه. دقیقاً درسته. سه تا آرتیست که واقعا عالی بودن، حالا من یه ذره ملو شدم و اینا، خب چون واقعا ترک سنگین بودش، واقعا سنگین. من که لذت بردم واقعا. آره. فوق العاده بود. اصلا ما محو آهنگ بودیم، یه وقت نمی‌کردیم مثلا بخوایم مثلا زیاد چیز کنیم. آره خیلی محو بودیم دیگه. بیتش قشنگ بود، انقدر فضا سازی. آره. همه چیش اوکی. رایمون مربوط چیده شده بود. قافیه ها عالی و چفت بودن. فوق العاده. فلو حسین و پیشرو هم چیز، فلو امیتتلو و پیشرو هم که شبیه هم دیگه بود، با حسین با یه فلو دیگه اومد. آره. کوبیت ورسس سه رو دیگه اصلا وسط دونست. اش کردیم دیگه. آره دیگه. فقط بچه‌ها قبل هر چیز داده این توضیحو بدم که باز ما لینک ها رو داخل دیسکریپشن میذاریم برای حمایت، میتونید برید از آرتیست ها حمایت کنید و اینا. البته حمایت ها که عالی بوده و اینا، همه بچه ها ترکوندن دیگه، حالا کاری ندارم. حمایت از ما هم خیلی مهمه. این که خیلی مهمه. خیلی مهمه. واقعا مهمه. ما اصلا خیلی مهمه. خیلی مهمه. سابسکرایب بچه ها یادتون نره. اش دارید بچه ها. لایک هم بکوبید. اصلا دیسلایک هم بکوبید. بازم اش دارید. دمتون گرم. فقط نظراتتون رو بدید. حتما. آره دیگه. حتما کامنت هم بذارید. با هم در ارتباط باشیم. زنگوله هم بزنید. زنگ زد. زنگ زد. ویدیوهای بعدیمون هم به دستتون برسه. اشتادید کارهای خفن‌تری دیگه هم تو راه دیگه. پس تا ویدیو بعدی، بدرود.